اگه شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوضاع رو براشه، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. واه واه، ماشاءالله ماشاءالله. ماشاءالله چه جمعیت با عشق. الهی شد. آغاز کنیم با یاد یگان رفیق که حی و حاضر و ناظره و هم قصه نانموده داند و هم نامه نانوشته خواند. سلام. ماشاءالله. خوبین؟ من که خیلی خوشحالم شما اینجا این و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هست. فرمود اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بله پس چی؟ بله، این روزگار باید کنار هم جمع بشیم و بریم به جنگ این شرایطی که میخواد ماها رو از هم دیگه جدا کنه، دلامون رو از هم دیگه جدا کنیم. دوستان، برای آفریدن عشق و مهر و رفاقت آماده این؟ بریم به استقبال مهمان عزیز برنامه امشب. یک بازیگر خوش حضور، شیرین و دوست داشتنی. تشویق بفرمایید، خودشون تشریف بیارن. آقای مهران احمدی. یارم آمد این صدای پای او، این همان ناهنگ پای او که جان آشنای او، آمدان امید
برای اون با مران امید قلبم که روی چشم جای اون با مران امید قلبم که روی چشم جای اون با مران امید قلبم که روی چشمم جای اون. خیلی شکر. خیلی مخلصیم. اراده. آقا مهران. خیلی شکرم. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. دمتون گرم. بچه‌ها یه دست خیلی قشنگ افتخاریم. گروه مهمانی رو مهمانی کرد. آقا مهران خیلی خوش اومدین. خیلی مخلصم. بالاخره سعادت شد از نزدیک من شما رو زیارت کردم. از بچگی من همش دوست داشتم شما رو ببینم، خودم خانم به خدا عزیز دلی شما شهاب حسینیت سلام اولا و عرض ارادت و روز بخیر، امیدوارم که در صحت و سلامت باشین. از همین دعاهایی که هممون این روزها هی باید برای همدیگه بکنیم و خیلی خوشحالم اینجا در کنار تو که همیشه وصفت رو از دور و نزدیک میشنیدم و لطفت. چه تو اخلاقیات لطفت. چه توی هنرمندی که هممون میدونیم و برصورت خیلی خوشحالم قربونت برم. خیلی خوش اومدی. ارادت خوشحالم که افتخار میزبانی تو دارم. مخلص. مهران جان رفاقت که این روزگار به نظرم الان خیلی جا داره که بهش توجه کنیم و برگردیم بهش و اینا، میدونی این بیماری و این داستانایی که اتفاق افتاد ما رو از نعمتهای خیلی خوبی که داشتیم و اصلا حواسمون بهش نبود واقعا محروم کرد. الان من خیلی دلم میخواست رو با تمام وجود بغل کنم. مخلص. دیگه چون نمیتونیم به هم اینجوری ابرازش کنیم حداقل حرفش رو بزنیم و یادش رو زنده نگه داریم. رفاقت یعنی چی؟ والا داشتم بهش فکر میکردم، مخصوصا تو این یکی دو روزی که خب دعوت شدم به برنامه، دیدم این سرچ گوگل که آدم سرچ میکنه مثلا میزنی شهاب، اولین شهابی که میاد شهاب حسینیه. والا شهاب درسته؟ آره اولین سرچی که برای معرفت و عشق میاد رفاقت. در وجود ما کلید واژه‌ایه که مدام تکرار شده از کودکی تا به الان، دیگه میانسالیم ما و تا اگر زنده بمونیم ممکنه تا سالهای بعد، ولی کلید واژه‌ایه که در زندگی هر شخصی به وفور یاد میشه ازش. چند تا کلید واژه است دیگه، مادر مثلا ها، وطن، نخواهیم حرفای قلم به صدا. یکی از مهمتریناش رفیقه و این از کودکی با ما همراه بوده و من وقتی که یاد رفقام میافتم دلم گرم میشه، حالم خوب میشه. رفیق با دوست البته به نظرم خیلی فرق میکنه. دوست ما همه با هم دوستیم، هموطنیم یا در حتی تو کاری که میکنیم دوستان زیادی داریم، اما رفیق یه چیز دیگه است. رفیق یعنی هر جای این دنیا که تو صداش کنی شستیری خودشو میرسونه و میاد و پشتت، تو ول میکنی اون ول نمیکنه، میگی بابا ما چایی ما غلط یه چیزی گفتیم، بیخیال شد، میگه نه این بیخود کرده مثلا یه هم چیزی به تو گفت. این یعنی رفیق و من از این رفقا یه سه چارتایی دارم که خیلی دوستشون میدارم و همیشه باعث پشتگرمیم. مهران جان این رفیق در واقع رفاقت مایه پیدا کردن رفیقه، اون مایه
به نظرت اصلا چجوری در وجود آدم؟ آیا آدم میتونه اینو بسازتش توی خودش؟ یا ذاتیه؟ چجوری؟ چون بالاخره یه مایه‌ای برای یه مایه از رفاقت باید در خود آدم هم وجود داشته باشه. یه مثال قدیمی الان که گفتی یادم اومد، میگن هر کی میخوای بشناسی از رفیقاش بشناس. شنیدین؟ بگو دوستت کیست تا بگویم کیست. آره شما هم شنیدین نه؟ میگن هر کی میخوای بشناسی اون که دختر مادر رو ببین دختر رو بگی، نه ها اون یه چیز دیگه است. ولی میگن اگه میخوای کسی رو بشناسی از رفیقاش بشناس. یک مایه درونی میخواد و یک چیزی میخواد که تو رو پیوند بزنه به یک سری آدم، که همون مایه درونیه که شما میگی. اون ساختنیه؟ نه، باید در وجود آدم باشه. ذاتیه؟ به نظرم ذاتیه. و به خاطر همین ذات هم هست که رنگامیزی رفقای هر آدمی با هر آدمی تفاوت میکنه. من رنگامیزی رفیقام فرق میکنه با شما یا کسایی که الان اینجا هستن. اون ذاتیه، اون درونیه توه. اون بعضی ها هم اینو اصلا ندارن، انگار تنها میان، تنها میمونن و تنها میرن، رفقایی برای خودشون پیدا نمیکنن. نمیخوام بگم آدم های چیزی هن، ولی تفلکی هن. به نظرم اگه بدونن رفیق چقدر خوبه حتما یه کاری میکنن. که به نکته خیلی جالبی اشاره کردی، همین که بعضی ها تنها. آره. نمیدونم اعتقاد داری که اصلا آدم واقعا تنهاست یا حتی وقتی کسی هم دور آدم نیست آدم با خودش تنهاست؟ جهان ما داره اینجوری میشه. نه نمیدونم، میخوام بگم که من هیچ وقت خودم احساس نکردم که وقتی هیچ کس نیست توی اتاق خالی نشستم باز هم تنهام در مطلق. نه من هم همینطور. یک کسی توی ذهن من هست داره با من حرف میزنه. درست، این یک شاید مالی خولیایی ذهنیه. آره. که آدمی همیشه فکر کنم ساقی ما باید عوض کنم. نه برای همه ما بشیم که آخ ممکنه گاهی با یک کسی حرف میزنیم اون کس هم خودمونیم. راستش نزدیکترین آدم و رفیقترین آدم جدیدن داره تبدیل میشه به خود آدم. باز یه چیز دیگه خوندم گفت گاهی تو باید دست تو تو گردن خودت بندازی و راه بری با خودت. اینی چند چندی اصلا؟ اینیم چی کاره ایم اصلا؟ اینیم چه مونه اصلا؟ خودمون کی هستیم؟ آره آی پرستویی زنده باشن ایشالا. سلامت باشن ایشالا. یکی از اون آدماییه که خب من 4-5 تا افتخار داشتم که با ایشون کار بکنم. گاهی میگفت مثلا سر کار بودیم توی شهرستان یا جای دیگه، میرم بیا بشینیم ببینیم چه مونه. این خیلی خوبه، این که تو با یه آدمی بشینی ببینی چته. چون ما هممون یه چیزیمون هست انگار. هممون واقعا. گاهی این آدم رو پیدا میکنیم میشینیم ببینیم چه مونه، گاهی پیدا نمیکنیم خودمون با خودمون میبینیم چمونه. مهران احمدی رو خودت چقدر باش رفیقی یا میشناسی؟ جدیدن خیلی خیلی زیادتر از قبل. تازه کشفش کردی؟ تقریبا بیشتر از قبل دارم. آره آره. گفتم به دوستم، من زیاد حرف میزنم. نه اصلا. ببخشید. خیلی. هر وقت زیاد شد. نه به هیچ عنوان اصلا. دوست دارم یه جاده بی انتها با یک ماشین معمولی من در یک روز بارانی، فقط هم روز، برم شهاب جان بدون اینکه به چیزی گوش بدم حتی، و فقط با خودم و با خودم. این اتفاق داره متاسفانه فکر میکنم برای خیلی ها میفته، چون من دیدم آدم های زیادی که تنهاییشون رو الان نمیدونم اثرات کروناست، نمیدونم اثرات چیه، ولی سن شاید ها ما ممکنه. یک سنی رسیدیم بله. که میخواییم خودمون رو تحلیل کنیم گذشتمون رو، ولی در کنار یه آدمی که تو از خودت میدونی و اون ارقه رو بهش داری و ذاته رو بهش داری،
اون هم خیلی جذابه، خیلی جذابه. حرف بزنی توی جاده بارونی فکر کن همینجوری درختای سپیدار و هیچ کس، حرف بزنی، صحبت کنی، چیزایی رو بگی، مطالباتی رو از زندگیت، از گذشته، از حال، برای من خیلی اینو جذاب. آخه معمولا ما خودمون رو همیشه از وقتی که میشناسیم تو آینه دیگران میبینیم. شاید به قول مهران درست میگه، شاید مثلا با گذر زمان، با بزرگتر شدن و بالغتر شدن، آدم کم کم یهو متوجه میشه اینی که هر روز دارم تو آینه میبینم این کیه؟ شده برات اتفاق افتاده خودتو یه وقتایی نشناسی توی آینه؟ گاهی اتفاق میفته، بله بله بله. چند تا منه که واقعا این کیه؟ این منم، بله. من اینه، بله. اینم باز تاثیرات همون مالیکولی ها. یه جایی باید یه پارک خوب پیدا بکنیم آخرش. آره. یه گشتم نبود. نبود، یه گرد نیست. کرونا، کرونا. آره و واقعا به نظرت پیدا کردن خیلی خوبه. این پیدا کردن این، تو میگی متاسفانه، ولی من نمیدونم، احساس میکنم شاید حتی نه متاسفانه. چون حالا هر شرایطی که الان پیش اومده، من فکر کنم یک ترمز این شرایط از هممون کشید با اون عجله‌ای که داشتیم. آره. پیش میرفتیم و دیگه بودو. آره، فقط اینطوری داشتیم میرفتیم جلو که یه لحظه به نظرم هر کسی با خودش تنها شد و توی این شناخته از خود، این دوره دوره جالبی بود. آره، ولی این دوره شاید برای ماها الان جذابه یا جذاب نیست یا ما رو به فکر، یه دورانی رو هم ما گذروندیم که کودکی و نوجوانی بوده و حتی با یاد اون دوران و رفاقت اون دوران ما گاهی زندگیمون از این رو به اون رو میشه. برای خود من شخصا اینجوریه، من تمام دوستان جانیم مال همون دور است. مثلا میگن دوست کهنش خوبه، واقعا اینجوریه. یه دوستی دارم، داشتم و دارم، یه کمی با هم الان چیز شده نداره، رضا کاهانی، کارگردان سینما که همه تون شاید فیلماشو دیدین. بله، ما از 8-9 سالگی با هم دیگه دوست بودیم. 9 سالگی اصلا چند تا بودیم دیگه، حامد بهتاد، رضا کاهانی، من. مهران بچه کدوم محلی؟ من تهران متولد شدم، در میدان امام حسین که الان یا میدان شهدا، خیابون ایران اونجا در واقع که میخوره به زرینل، اونجا من متولد شدم. ولی سالها رفتیم در نیشابور و دوران نوجوانیمو اونجا گذروندم. بله. و با رضا کاهانی که با هم دیگه بزرگ شدیم، تئاتر شروع کردیم، کار کردیم، فوتبال. من در عزبان بودم، اون هافبک بود و برف می اومد تو کوچه، ما داشتیم فوتبال بازی می کردیم تو کوچه ها. هیچ تفریح دیگه ای به جز همین نداشتیم. یه توپ دو لایه و کفش کتونی چینی و دونه 50 تومن، جفتی 50 تومن بود، 50 تومن، تازه همون هم نمی خریدن. بعد فوتبال بازی می کردیم و بعد تئاتر رو، و سالها این رفاقت ادامه پیدا کرد تا سر یه مسئله ای بالاخره اختلافات، شاید اونم نمکشه برام. آره. ولی همین الان اگر رضای کاهانی به من بگه در ینگ دنیا گرفتارم، من خودم با آب و آتیش میزنم که برسم بهش. آره. آفرین. با خانواده چی؟ این رفاقت با هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام به این شکل وجود داره؟ جدیداً بیشتر شده این رفاقت. آره، هست، بوده. من واقعاً با خانومم خیلی دوستیم، خیلی رفیقیم. سعی می‌کنم با دخترم باران دوست باشم و هستیم. الان جدیداً هم خیلی بیشتر شده این رفاقت. جالب. آخه من مثلا همیشه با ماجرای نسل‌های گذشته که ماها مثلا که
جوان که میشیم فکر میکنیم نه دیگه اینا الان قدیمی شدن دیگه، یا تفکراتمون به هم دیگه نمیخونه. یه خورده من با این مهران جان داستان داشتم به خاطر اینکه میگم باشه، مثلا من الان در این نسل دارم زندگی میکنم و ادعا میکنم که الان نسل تکنولوژیه و چه میدونم اطلاعات دیگه همه جا هست و از این حرفا، ولی ببین من دنبال یه صندوقچه هست که من خیلی کنجکاوم بدونم توش چیه، ولی کلیدشو باید پیدا بکنم. هر کلیدی هم طبیعتاً به هر قفلی نمیخوره دیگه. اگر مثلا من میخوام، من دلم میخواد صندوقچه مثلا ذهن پدرمو باز کنم ببینم چیه توش، ولی کلیده معمولاً کلیدای اشتباه، یا اون میخواد مثلا صندوقچه ذهن منو میخواست باز بکنه ببینه، یا من فرزندم من دلم میخواد صندوقچه ذهن اونو باز کنم ببینم در مورد آینده ایده هایی که الان این تو هست، اون بذرایی که بعداً ممکنه خیلی شکوفا بشه، اینا چیه؟ بالاخره اینا همه یه صندوقچه گنج دیگه. ولی یک میونه کلامت، کلید صندوقچه ذهن اون دست پدر هست، ولی کلید ذهن پدر در دست فرزند نیست. برای همینه که پدر یا مادر رفاقت نمیتونه اون کلیده باشه. آره آره، میگم به همین دلیله که میگم پدر و مادر باید خودش رو به اونا نزدیک کنه، چون تو کلیدشو داری، اون کلیدشو نداره طفلی. این چی میگم؟ خیلی این نکته جذاب. به همین دلیله که ما هی باید سعی کنیم خودمون نزدیک کنیم به این نوجوانی که الان رپ مسئله شه. ما کی رپ مسئلمون بود؟ نه رپ دست دل من نزد. رپ به بابا رپ دست دل من نزد. شما رپی نه؟ پسرم رپ کرده. آبروی ما رو بود. نه ولی آره میگم آخه پسر جان من نمیدونم الان وقتشه یا نه. گفتن که خانومی که برای من زنگ زدن و گفتن برای این برنامه محبت کردن، منو دعوت کردن، گفتن یه موسیقی الان وقتش نیست. نه چی همجوری دارم میگم من نه هر بگم بریم آره. گفت که یه موسیقی خاطر انگیز فلان اینا بگو که از دوران کودکی نوجوانی. گفتم از اون وریا بگم یا گفت از اون وریا نگی. گفتم نه ولش کن اشتباه کردم. اونو می‌خواستیم نمیگم نه اصلا اون وریا کیان همین وریا بعد بعد یادم اومد که ما چقدر سپیده دیگه آقای شجریان روحشون شاد ایران ایران ای ایران ای سرای امید الان نه 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 بعدا اصلا شما سازاتون بون نمیخوره اون چیزه. نه گفتم برای من اون خیلی خاطر انگیز بود یادتونه شاید درسته. اونو که اصلا ما توی رادیو پخش میشد اصلا الان من یادم میاد. حالا گفتم که خب الان دختر من هیچ ارتباطی با اون موسیقی یا اون چیز نداره دیگه. الان اسمایی رو باید ببرم اینجا که بعد میگن چرا اینا رو گفتی، ولش کن این دهن بسته بمونه بهتره. نه ببین خلاصه در نهایت همه چی فکر کنم اون کلید بله از این کلیدم زمان خاطره خوبی نداریم. نه دیگه نمیدونم والله بیکاری الان چی کار داری؟ نمیدونم دیگه حالا جاش اینجا نیست. من امیدوارم که این نمیدونم برنامه چی بگیم آخه در تیر ماه 1400 پخش بشه. حالا اون رفت والا دیگه والا دیگه. حالا بگذاریم اصلا بگیم بگیم رمزش یا چی یه چیزی اینجوری بگیم. حالا بالاخره رمز اون صندوقچه که رفاقته، یعنی همه اون تأثیراتی که میخوایم رو هم دیگه بذاریم باز مثلا در همون قال تو با دخترت رفیق میشی به خاطر اینکه روش بتونی تأثیر، یعنی همین شاید تو همون رفاقت بتونی ای ایران ای سرای امید استاد شجریان یک جوری بهش حالی کنی ارائه کنی یا حالی کنی ارائه میدونی یه بار هست تو ارائه میکنی یه چیزی رو، اما یه بار
حالی میکنی به طرف که چجوری؟ این چیه؟ چجوری آخه یعنی حالی کردن حالی... همه مشکلات اون اینه که همش خواستن به همون حالی کنن برادر میکنن تو قبر میگه افهم آود. نه حالی نه من میگم ارائه یعنی یا چیزی رو که من گفتم قبول میکنی یا میفهمونمت. آره اصلا اینجوریه، اصلا به خدا به ما که اینجوری فهموندن، نمیدونم از قبل از همون دوره همینجوری بود، یا میفهمید یا میفهموندنت. الان شما خوبین، نوجوانا رو میگه کدوم سکانس توی کدوم فیلم رفاقتانه ترین سکانسی بوده که تو رو دیدی تو یادته؟ آره من سه تا فیلم یادم اومد، اونایی که سن و سالشون با ماست یا یکم بیشتره این فیلم رو یادشونه. فیلم شعله رو یادتونه؟ یه دو ستی نه دورینگه دورینگه. من تو فیلم نفس خانم آبیارم یه تیکه همینو خوندیم توی اون کامیونی که میومدیم، که این رفاقت بین این دوتا خیلی رفاقت جذابی بود به نظرم. یکی فیلم پاپیون، اون سکانس پایانی که استیو مک‌کوئین میخواد در بره از اون جزیره و قراره با هم برن، هافمن میگه یه چیزی میخوام بگم نمیتونم بهت بگم، میگه نمیخواد بگی، چرا چشماش معلومه که ترسیده. آره. بعد همدیگر رو بغل میکنم، میگه میشه نری، هیچی بهش نمیگه، فقط بغلش میکنه چون باید بره اون و میره. غم‌انگیزترین جداییه که به نظرم توی سینمای کلاسیک، من عاشق سینمای کلاسیک هم دیگه، فیلم که اصلا شاهکاریه. یه دونه دیگه هم یادم، این که مال سینمای هند، اونم که مال هالیوود، یه دونه هم مال سینمای ایران یادمه، نمیدونم این پخش میشه یا نه، میگه وقتی که اومدی، وقتی که رفتی نفهمیدم کی رفته، حالا که اومدی تازه فهمیدم کی اومده. هنوزم ساکتی، هنوزم ماتی، هنوزم عشق تو چشماته مثل کفتری که روشونمه. فیلم گوزدهای آقای کیمیایی. بله. خب طبعا گوزدها رو که نمیتونیم، نمیشه ولش کن، اصلا بیخود کردم. ولی آقای کیمیایی هم بوی رفاقت میده دیگه فیلماشون. بریم یه قسمت از اون فیلم ببینیم چیو؟ بچه ها کدوم یکی از این سکانس هایی رو که مهران گفته برامون آماده کردن. بچه ها ببینیم اون سکانس رو. ده بار میشستیم نگاه میکردیم، یه ویدیو کرایه میکردیم یواشکی تو پتو نمیذاشت. اون موقع فکر میکردن جوشای صورتمون از بلوغ جوانی مال تخم آفتاب گردونایی بود که با این فیلم ها میزدیم به بعد. واقعا یادش بخیر. اما گذشت توی رفاقت چقدر تأثیر داره؟ خیلی زیاد. اصلا پایه رفاقت بر اساس گذشته. پای گذشت نداشته باشی که رفیقی نداری است. اگه آخه رفیق آدم یه کاری مثلا کرد که دیگه زد مخ آدمو ترکون چی؟ تو هم میزنی مخشو میترکونی که دیگه دفعه آخرش باشه. و تو خوب گفتی نمکه دیگه، گاهی هم اختلافاتی پیش میاد که
خب ببین رفاقت که خب به معنای این که یه ارتباط قشنگ و بر پایه احترام و خیرخواهی متقابل و بر... خیلی هم گاهی بر پایه احترام نیست نه؟ نمیدونم به نظرت احترام چقدر توی رفاقت؟ نه آخه احترام که میگی مثلا عزیزم خواهش میکنم بفرمایید دیگه رفاقتی در کار نیست اونجا. حرمت چی؟ حرمت حرمت فرق میکنه. آره حرمت در واقع بله حرمت بله بله بله. من شاید منظورم البته که در واقع بر پایه اون حرمت اون احترام حفظ میشه. آره ولی تو اون چیزه نباشه، اون صمیمیت نباشه، بشین بابا مثلا فلان حالا نمیگم دیگه اینو. حالا چرا به اون چرا چی میگی بابا؟ این رفاقت یعنی این دیگه. آره ولی حرمت یه چیز دیگه است. درست میگی. حرمت دوستی و رفاقت میدونی شهاب جان کجا حفظ میشه؟ وقتی او نیست. آفرین. آفرین. حرمت رفیق آفره. وقتی حفظ میشه که خودش نباشه. باری کرده. وقتی هست که حرمت نداره. پاشو برو بابک. جمع کن خودت بینی. ولی وقتی نیست... کسی اجازه نداره به رفیق من حرف بزنه. من پشتش وا میستم. اون حرمت. کابوس رفاقت چیه؟ کابوس از دستش بدی. من الان 6-7 سال حالم بد. سر همون رفیقمون؟ سر همون رفیق. رفت فرانسه. واتساپ بزنم یه واتساپ بهش بزنم. زدم. گفت نمیبخشمت. آره. عصبانی بود. عصبانی بود. ولی دوستش دارم. حتما هم اینطور. ساز مورد علاقت چیه؟ ساکسیفون. یه فیلمی داره رابرت دنیرو به نام نیویورک نیویورک. دیدین؟ بله بله. اون ترومپت میزنه یا ساکسیفون؟ ساکسیفون میزنه. ندیدین نه؟ چرا ندید؟ ساکسیفون میزنه. یه ساکسیفونیه که توی کافه های معمولی میزنه و اینا. بعد عاشق یه خانومی میشه که اشکال نداره اینو میگم. بگو دیگه نه. بعد او یک خواننده بسیار مهم و مطرحی این رو هم میبره تو بند خودش ولی این ظرفیت اون همه معروفیت رو مال اسکورسیزی فیلم. بله بله فیلم نیویورک نیویورک. من از دوران نوجوانی دیدم عجب سازی و حیرت انگیز رابرت دنیرو اون ساز رو میزنه و واقعی ها رفته تمرین کرده و با یک حس و یک بازی میکنه وقتی که داره ساکسیفون میزنه. یادم میزد اینا یه دفعه زنه از در کافه که وارد شد چشاش گرد میشه. اصلا خیلی خوبه. ببینین دیگه این فیلم هم ببخش. حالا که اینقدر ساکسیفون دوست داری یه هدیه بدیم به مهران عزیز. اینقدر ساکسیفون دوست داری ساکسیفون بریم به افتخار هنرمند عزیزمون مخلص. نگاه
آقا من حرفمو پس گرفتم. فقط رابرت دنیرو اینجوری نمیشه، این آقا هم اینجوری شد. یعنی همه آدمایی که ساکسیفون میزنن اینجوری میشن. احمد جان اسم شریفت هم به ما بگو. آقای علیرضا مهدیزاده امشب زنده باشی، هنرش رو به شما تقدیم کردم. مرسی علیرضا. من رفتم یاد بگیرن، گفتن برای سن تو خوب نیست. گفتن یه جایی اذیت می‌کنی. خیلی سخته ها. منظور اینجاست؟ نه، متوجه نشدی. خیلی سخته. دمت گرم. به خودم گفتم نه. از کودکی الان خودت سازی نمیزنی؟ من یه مدتی رفتم ویالون یاد گرفتم، چیزایی خیلی. اینو گفتن نه، از کودکی باید بیای عزیزم، شما بفرمخونه. قبل از اینکه یه مطلب دیگه رو بپرسم، یه مطلب دیگه رو بپرسم. تو ذهنش با خودش چالش میکنه، فهم کنه ما هم اون توییم. خب بپرم. خیلی کنجکاوم که بدونم اون آدم قراره بیاد. قراره بیاد. آره گفتم هر دوره‌ای یه چند تایی آدم هستن که آدم باهاشون خیلی چیزه. یکیش الان دیگه اینجا الان روبروی من روبروی شما هستم. عزیز من. الان شهاب ما رفاقت فقط ارادت بود. سلامت باشه. برای من. ولی الان رفاقت شده. حتما حرفای مشترک زیادی من با شهاب دارم. ازش چیزایی یاد بگیرم. خواهش می‌کنم. اما در سینما من رفیقایی که دارم تمام آدم ها دوستن و احترام برانگیز و به خدا بدون تعارف، ولی سه چهار تان که خیلی 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 رفیقن. یکی از این آدم ها بگم، ببینیم رفیق آقای مهران احمدی با این مشخصات و ویژگی ها کی میتونه باشه؟ خواهش میکنم خودتون دعوتشون بفرمایید. من دعوت میکنم از کارگردان سینما، تلویزیون، فیلم ها و سریال های زیادی رو از ایشون دیدین و بسیار پر مخاطب بوده، آقای برزو نیک نجات. ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. برزو جان خیلی خوش آمدید. قربون شما. قربون شما. بفرمایید. آقا چقدر این آقای احمدی شما رو دوست داره. آقای احمدی همه رو دوست داره، منم یکیش. دلش بزرگه ماشاءالله. آقا فرق شما با ما اینه که همه شما رو دوست دارن. بعد ما هم دوستتون داشته باشیم میگن یکی مثل همه هم دیگه. شما خودت ولی آره، ولی واقعا مهران همیشه لطف داره. شما هم که سلام. من اجازه است برزو رو معرفی کنم؟ خواهش می‌کنم. اصلا دیگه احتیاج به معرفی میزبان الان دیگه خودتی مهران. اختیار. برزو نیک نژاد از دوران دستیاری که ایشون دستیاری یک کارگردان، یکی از بهترین دستیار یکای کارگردانی بودن و برنامه‌ریزی در سینما. ما طفلی بودیم، ایشون در واقع داشت دستیاری میکرد و برنامه‌ریزی میکرد. اولین کاری که من با ایشون در واقع کار کردم سریال پایتخت بود. ایشون دستیار آقای سیروس مقدم بودن. بعد از اون سریال تا ثریا رو اگر دیده باشید و یادتون باشه، کیا یادشونه تا ثریا رو؟ یه تعدادی تا ثریا. ولی بعدن خودشون کارگردان شدن، کارگردان مهمی هم شدن. دردسرهای عظیم کارگردان شاهای برزو نیک نجات هستن.
ساخت ایران دو کارگردانش آقای ورزون یک نژاد هستن و فیلم های سینمایی که دیگه خود آقای نیک نژاد میگه بهتون. گردو جان خوبی؟ قربونت. چه میکنی با این اوضاع و احوال؟ من اوضاعم خوبه. من همه باید باش کنار بیایم دیگه. خیلی خوشحالم که هستم، یعنی مهران عزیز قابل دونسته دعوت کرده. یه اتفاق عجیبی هم افتاد، من همیشه سر کارم، یعنی حتی همین امروز بعد یه ما آف بودم، یعنی خیلی عجیب که ما نذاشتیم استراحت کنیم. نه خیلی خوشحالم که چون گفتی دستیاری، من زمان دستیاریم یکی از پرتلاشترین آدم ها رو بگم، من پس از باران دستیار بودم و شهاب حسینی اونجا بازی میکرد. بحث تلاش رو میکنم بگم، ولی اینه که نمیدونم یه ماشین خیلی، چون اینجوری الان وضع مالیش ایشالا روز به روز بهتر بشه، ولی اون موقع مثل همه ما بودی دیگه. نفرمایی ها ما همیشه کوچیک شما بودیم. خیلی چیز بود. بعد اتفاق مثلا ما شبکار بودیم، واقعا صبح حرکت میکرد به سمت تهران. اولین فیلم سینمایی آقای حسینی فکر میکنم رخساره است، درسته؟ خدا بیامرزه آقای قلبی. خدا رحمتشون کنه. شب سر کار پس از باران بود، صبح یعنی دم سپیده حرکت میکرد، میرسید تهران، جلو دوربین فیلم رخساره دوباره برمیگشت. من بگم بعضیا باور نمیکنم، ولی واقعیتش اینجوریه. یعنی خدا وکیلی دلتون نمیخواد با برزو بشینین حرف بزنین؟ میگم پر خاطر است حرفای باحال. حالا جالبه، من اون موقع یه دونه بیوک بیسه عشق ماشین آمریکایی بودم، اینا یه بیوک بیسه یشمی چی داشتم یادش بخیر. بعد اون موقع ماشینای خطی و سواریای شخصی که توی این مسیر تهران و رشت کار می‌کردن اغلب شورلت و بیوک و ماشین من این ماشین اونا بود دیگه. من اینقدر این مسیر رفته بودم اومدم، اینا همدیگه رو می‌شناختیم، چراغ می‌دادیم به هم دیگه از بغل. بعد اینا تعجب می‌کردن من چرا خالی میرم خالی میام. من یارو خودشو گذاشته سر کار. هر حال اون خاطرات آره واقعا برای منم هم همیشه برزو جان زنده است، همیشه با محبت، چون وجود یعنی ایجاد یه شرایط امن ذهنی در گروه های فیلمبرداری بیشتر وظیفه دستیاران کارگردانه، چون در واقع اتصال بین تمام اعضای تیم رو به عهده دارن. هر چقدر که روحیه نرمتر مهربانتری مثل برزو داشته باشن خیلی فضا راحت تر میشه برای کار کردن. منم خیلی خاطرهای خوبی دارم از اون دوران. چکرم، درصد ممنون. مخلص. چطوری با هم رفیق شدین؟ از کجا؟ این همون چیزیه که گفتم، اصلا برنامه ریزی براش وجود نداره. تو یه با یه آدمی میبینی که حرفای مشته. یه چیزی در مورد برزو بگم، برزو رفیق من تنها نیست. تو از هر کسی در سینما اسم برزو نیک نژاد رو بیاری میگه او سر از خودش نیست. یعنی چی؟ برامون تفسیرش کن. من فکر نمی کنم کسی در این سینما برزوی نیک نژاد رو بشناسه بهش زنگ بزنه بگه من فلان مشکل رو دارم و برزو دریغ کنه. اگر دستم بر بیاد. اگر دستم. معمولا بد میاد. یه اشتراک داریم. خب مهرانم بازم شاید مثل خودتون از خیلی پایین شروع کردیم، یعنی یه دفعه نیومدیم بگم اونجا وایستا. کارای کدوم کار تو سینما انجام ندادی؟ من همه کارا رو کردم، از تدارکات، تولید، دستیاری، برنامه ریزی، کارگردانی، بازیگری. اینا ربط به توانمندی من نداره، اثر بدبختی بوده، پول نداشتم. شوخی میکنم واقعا. آره این یکی از وجوه اشتراکیه که تقریبا هممون قبلش تو تئاتر چقدر، خب برزو هم بچه تئاتر دیگه، چقدر ما زحمت کشیدیم، تلاش کردیم و اینو وجوه مشترکیه که آدم حرف مشترک پیدا میکنه با هم. در مورد مهران احمدی، ما ناخواسته توی سرویس بودیم، ناخواسته یک جا بودیم، ناخواسته حرف مشترک داشتیم، ناخواسته درد مشترک داشتیم، ناخواسته
آرزوهای مشترک داشتیم. یعنی به یک که الان هم که داریم، حال مهران الان کارگردانه، هم من دارم، شما هم که خب کارگردانی، ما رو نیبرین سر نصف سینما اینجا جمعن. یکی از مشکلات خانوما هم با آقایون اینه، مثلا فکر میکنن اگه چند تا آقا دوره هم دیگه جمع بشن چیکار میکنن، بعد اگه بهشون بگی چیکار میکنن باور نمیکنن، میگه چیکار میکنن، هیچ، میشینیم چرت و پرت میگیم. مگه میشه؟ میگم آره به قرآن، اصلا فکر نکن مثلا ما میریم اونجا ما چی میگین به هم؟ میگم خب میگیم دیگه یه چیزایی لابد. یه سوالی همینجوری یکی از دوستای ما پرسید، خانمش گفت واقعا شماها دور هم میشینین چی میگین؟ ما هم همه حرفایی که شما میزنین میزنیم دیگه. خب واقعا خیلی بیشتر. ولی واقعا یکی الان این فوش و این چیزی که گفتی واقعا چیزها تو رفاقت، خیلی رفاقت ها که صمیمی میشه، یعنی روشن فکری رو بذاریم کنار، انتلکتوالی رو بذاریم کنار، و اول تو رفاقت گاهن برای همه پیش اومده ها، حالا اگه خواستید بگید روشن فکر هستید خیلی زیاد، من معذرت خواهیم، تو رفاقت اونجا به نظرم یه جایی یکی یه فوشی میده به رفیقش، رفیق ناراحت نمیشه، میخنده، دو دقیقه بعد این فوش بدتر میده، اونا رفیقن، اونا خیلی رفیقن. باید با این بشناسیم. یکی از فرمولاش اینه دیگه. دایره لغات میخواد. یه چیز جالب یادم اومد، ما تو دوران مدرسه با هم که رفیق میشدیم اسم همو صدا میزدیم، یادت مثلا شهاب، مثلا مهران، بعد خیلی که رفیق میشدیم فامیل همو چرا صدا میزدیم، حسینی دیگه، این اوج رفاقت. چرا خب لقب هم میذاشتیم رو هم زیاد، خیلی لوس بود لقب ها، فلان مثلا فلان فلان، همه هم یه محمد دماغ داشتیم، یعنی همه یه کله، محمد کله. الان میگی تو کرونا حالا آدم بد میشه، لقبی برای هم دیگه داریم برای برزو؟ نه اون مال دوره نوجوانی، خیلی لوس بود بابا. چی بود آخه؟ چرا با هم لقب میذاشتیم؟ ولی خیلی با به من میگم مهران چی؟ حالا من لقبای اونا رو بگم که دیگه اینجا پاره میشین از خنده. من به اونا میگفتم والا چرا آخه؟ آره چه دلیلی داشت اینا، خیلی با هم رفیق بودن راست دیگه. نه واقعا اینقدر خیلی، یعنی تو رو قرآن به تو چی میگفتن؟ خدایی دیگه تقریبا. خب همه اسم من رو غلط میگفتن، الان یکم برزو چیز شده. اون زمان شیک بود. اول آره، اولا که ما تو اینایی که میگم بیادبی نیستش، یعنی تایشون که پخش نمی کنن. ما تو فرهنگ لغت ده خدا اصلا جزء امثال الحکم ده خداست، ما اصلا داریم مثلا معنی داره برزو معنیش آقا من نگفتم عمرن اگه پخش کنی آقا ورق بزنی ولی آقا ورق طلبون پنبه رو میگن این حالا واسه یه چیز بگم، شهاب از اونایی بوده که هیچی بهش نمیچسبیده نه؟ آره اصلا شهاب چی میخواستم بهش بگم؟ سید میگفتم الان سید میگم اصلا سید شهاب که اون که تاج سرمونه آره نه اصلا شهاب از اون بچه خوشتیپایی بوده که درس خونم بوده که کتاب زیاده چی به این میگفتن آخه؟ چی باید به این بگی؟ چی؟ من خز و خیل بودم خیلی. نه با نه این حالا داری به ما می... اکسا رو نگاه میکنم واقعا الان خیلی میخواد کم نیاره اینو میگه به قرآن نمیگفتن. آقا مدرک دارم، شهاب از اولش هم شهاب جان بوده. آقا من آمارشو دارم. نه حتی رفیقا شهاب جان بیا مثلا من نوجوان بودم راحت بگم، من یه خواهر دارم از خودم یک سال کوچیک‌تر. نوجوان که بودم خب خواهرم هم بالاخره دوستایی داشت و دوستاش هم خیلی بچه های خوبی بودن اصلا. بعد حالا بالاخره تو 16-17 سالگی دیگه آدم دوست داره مثلا یه خودی نشون بده و اینا، اتفاقا من یه دوستی داشت همچین خدا لایق دیده، روش نمیشد به دوستاش بگه این داداش منه. چرا؟ چون من خیلی خز و خیل بودم. اصلا شما باور میکنین اینو؟ نه بله عجب
واقعا. نه واقعا همینطور. سه همین به میگفتن. البته اون موقع این واژه رو به کار نمیوردن ولی یه چیزی تو همین مایا. مثلا اینا که پخش نمیشه پس بگو دیگه. تعارف که نداری. خیلی خب. خیلی دیگه وارده. ولی اگر اینا رو پخش نکردیم مال منم پخش نکنین. ولی واقعا پس از بارو من یادمه که بعد داخل کار با شاهباشون شده میگفتن چیز میگفتن یه جوونی هست اون موقع فقط شما یه برنامه کار کرده بودید اکسیژن رو کار کرده بودید بس این بود حالا اینم میدونم که پخش نمیشه میگفتن یه جوونی هست شبیه خدا بیامرز فردین بس. یعنی همون ابهت رو داره همون اتفاق داره که آقای حسین خدا بیامرز خدا رحمتش بهترین خاطره رفاقت تو من چیه؟ یه خاطره خفن دارین؟ یا بدترینش؟ باید فکر کنم فکر کنم پس تا فکر میکنیم بیاین یه کار دیگه بکنیم آهنگ خاطره انگیز بینتون چیه؟ بینید با؟ خیلی آهنگ خاطره انگیزی هست که بینتون اینوری نبوده اونوری بوده نه نه اینوری بوده ولی مال این ولی من فکر مثلا ناصر عبداللهی اون که بله حتما ناصر خدا رحمتش کنه واقعا فکر میکنم برزو هم خیلی دوستش داشت منم خیلی قبل از اینکه خواننده مهمی بشه من باش دوست بودم با ناصر خیلی بچه دلنگیز بله باش آشنا بودم روح شاد باشه کدوم آهنگش للا 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 آره بچه ها للا للا رو برامون پخش کنین از ناصر عبداللهی زنده یاد ناصر عبداللهی بچه ها باش بخونیم ها جون نداره صبح برو بالا بچه باز بخونیم چهرشو بلدی؟ نه این شیزه خیلی ها با این آهنگ خاطره دارن دیگه زود رفت واقعا خیلی ها خاطره دارن باشه یه خاطری حالا خاطری که این خیلی آدم خوشمزه خوریه برزو خیلی خوشمزه تقریبا نه معلومه نه از منم بفهمی نفهمی اصلا بی نظیره تو هر وقت وارد اتاق برزو بشی یه سوپرمارکت کامل در اختیارته هر چی بخوای هست هر چی بخوای با چه خوراکی که میدونی خوشحالش میکنه ببرش بخری آجیل خیلی دوست داره درست میگم بله بله تنقلات بازه کلن که مثل کپول هی گفتم فندق نخور آره پسته نوشابه چیپس هر چی که مضره میخورم مثلا میزنی یه سری من خیلی دستیارایی که با هم کار میکنم حالا دستیار که همه همکار از نظر سمتی اسمش دستیاره بله همه همکارمون هستن اینا جمع شدن منو ببرن باشگاه همه سیکس پک داشتن اینا خود همه اضافه وزن آوردن همه یعنی اونا مثل من شدن بی خیال شدن یه قسمتی رو ما از مخاطبین درخواست کردیم برامون پیام‌های رفاقت یه پیام‌هایی رو برامون با موبایل ضبط بکنن ارسال بکنن پیام‌هایی که در راستای رفاقته بریم یه چند تاشو ببینیم خیلی بامزه است قرارم هستش که توسط خود مخاطبین بهتریناش انتخاب بشن
و بعد هم حامی برنامه اپلیکیشن آب حتما یه جایزه براشون در نظر خواهد گرفت. بریم یه چند تایشو با هم ببینیم، خیلی با نمک بازیه. رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی، نه اینکه وسط راه از رفیق سیر شی. ایشالله سنتون سالم بمونه رفیقان خداش. اگه گفتین چرا؟ چون که خدا اما مواظبت میکنه، هرچی ما بگیم و نگیم خدا هنوز میفهمه ما چی میگیم. رفیق خوش شایوار خودت، اگه ناراحتی داشتی نس رفیق اونه که تو همه زمین ها شریکت باشه، مثل شریک زندگیت. مرسی هم رفیق. یادمان باشد رفاقت ماندنیست، داستانهایش همیشه خواندنیست. قدردان باشیم ایام خوشی، تا که دور ماند ز ما هر ناخوشی. آفرین. یه عدد میگی؟ عدد؟ هفت. یه عدد میگی؟ پنج. 75. اسم شریف تو بگو، خودتو معرفی کن. آقای امیرحسین ایوزی. بچه ها از مجموعه آب دوستی تشریف میارن برای این بخش که هم اعلام بکنن که جایزه اون آیتم هایی که توسط مخاطب فرستاده میشه چیه؟ هم جایزه تماشاگری که در واقع این قرعه به نامش افتاده چیه، و بعد هم جایزه‌ای که برای مهمونای عزیزمون در نظر گرفته چیه، یک هدیه به رسم یادگار. خواهش می‌کنم تشویقشون بفرمایید. نماینده محترم اپلیکیشن آن سلام از میکنم آقای احمدی، سلام نیکنجاد عزیز، جناب حسینی عزیز و همراهان عزیز و بینندگان محترم. من فقط در مورد این ویدیوه بگم که ویدیو همرفیق من که مردم عزیزم میتونن وارد اپلیکیشن آب بشن، گزینه همرفیق، نظرسنجی و رای گیری و به بهترین ویدیویی که از نظر خودشون خیلی خوبه رای بدن و ما یک جایزه نفیسی به اون ویدیویی که برگزیده بشه حتما اهدا خواهیم کرد. و اما دوست عزیزمون که برنده شدن، من فقط خدمتتون بگم که یکی از پرتراکنش ترین سرویس هایی که روی اپلیکیشن آب هست سرویس کارت به کارته. کارت به کارت؟ بله، همطور که میدونید بیش از 40 میلیون کاربر داره اپلیکیشن آب و با افتخار از تمام استان ها و همه قومیت ها دارن از اپلیکیشن آب استفاده میکنن. ما هم با افتخار به خاطر همین همراهیشون از همین لحظه به مدت یک ماه هر کدوم از بینندگان عزیز که از اپلیکیشن آب کارت به کارت انجام بدن در قرعه کشی 33 میلیون تومان شرکت خواهند کرد. دوست عزیزمون به پاس حضور توی برنامه‌شون بلافاصله بعد از این برنامه اگر از اپلیکیشن آب کارت به کارت انجام بدن زود هر رقمی که بود اون رقم رو بعد از برنامه به عنوان هدیه بهشون برمیگردیم. خیلی ممنونم. یه میلیارد بزن. نمیشه شهاب جان، 3 تومنه اونم بلد کارشو. راست میگه بیشتر از 3 تومن نمیشه. ایشون سقف کارت به کارت الان بریزه برای یکی ما برمیگردیم. سقف کارت به کارت چقدره؟ آقا الان به خاطر کرونا هر عددی که هست الان به خاطر کرونا شما با بانک میتونید تا 6 تومن. بله تا 6. ولی حالا یه چیزی بگم. بفرمایید. من تو هفته گذشته هر چی زده بودم و به هم میدین از آب. بله آقا گفت بله قبول میکنی؟ آقا شما تاج سر ما یایه نه شما هر چی ول کن. نه هر چی شما بفرمایید من در خدمتم. با تعارف نماده تعارف که همه چی رفاقتی. همین که شما دارید از آب استفاده میکنی افتخار برام. چشم. تو هفته گذشته من با بین شواب شده تو دارم میگم نزنی زیرش. من 5 تا کارت بانکی دارم با همشون هم شما که هدیتون اصلا جداست، ما تقدیمتون میکنیم. نه اون که اون که هی اون که چی
خب برای دوستانمون چی در نظر گرفتیم؟ بله، یک جایزه‌ای در نظر گرفتیم، البته که قابلشون رو نداره، ولی فکر می‌کنم که به کارشون بیاد و بتونن استفاده کنن. دستور بفرمایید بیارم براشون تقدیم. خواهش می‌کنم. میخوان جایزه رو بیارن. بریم بچه‌ها. میشه لطفاً من خیلی فضولم بدونم خودتون دارم نه خواهش بکنم خودتون هدیه رو باید خود صاحب هدیه آیا واسه اینه میشه من یه اجازه بگیرم باز نکنید حدس بزنن دوستان چیه هر کی درست هست یه جایزه دیگه هم اینو که نشون بدم نه نه کتاب نیست آیا احمدی اون کاغذ آبه کاغذ آبه خیلی هم پارش نه آبو زیاد نکشم چش چیه؟ عکس داشون رو گوشی چیه؟ چیزه؟ استابلایزری از این اسمشه نمیدونم ولی دوربین روش میزه اون استابلایزر برای کارگردانیای روی دست با استابلایزر داره دوربینش هم هست دوربینش گوشیشون رو میذارن نه گوشی خودشون گوشی رو میذارید ثابت ولی چیز جذابیه بله واقعا جذاب مرسی مبارکتون خیلی ممنون دمتون گرم خیلی ممنون متشکرم باید ازتون مرسی 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 خیلی ممنون خب مهران جون من اولین فکر برای من آوردی ولی خب برای شما هدیه اشکال برای شما نفهم هدیه ایه که مهران برای دوستش برزو آورده ایجان ببینیم که چی آورده تو خودت فکر کنی چی آورده من تا همینجاشم مثل اوناییم که مثلا یکی با یکی میرفت مثلا ایدی مادر بزرگ مجبور به اون رفیقم یه چیزی بده به ما هم همین داده حالا اون الان برزو فکر میکنه چی برات گرفته که خوشحالت کنه اه... یا علی بلند شدی چه بلند شدی چرا بلند چرا نمیدونم نمیدونی نه مهران جون خودت تقدیم کن بگو آجیل دیدین میرن هدیه بگیرن میگن هدیه معنوی و کتاب و فلان خیلی هم خوبه ولی من سال هاست وقتی میخوام به یه دوست عزیزی هدیه بدم شاید هم خیلی چیز باشه ولی مثلا نمیدونم شاید هم جذاب سال ها ساعت براش میگیرم به خدا و چرا؟ و چرا؟ به خاطر اینکه خودم ساعت بازم و دوست دارم که این ساعت رو هر وقت نگاه میکنه چون پشت دستشه آره. همیشه همراهشه به یاد من بیفته هیچ ارزش و چیه مادی نداره ولی امیدوارم که دوست داشته باشه دست شما چه خوشگلم هست دوستان ما هم باید میومدیم جلو آره بعد. چون ما هم دلمون میخواد توی این حس خوب هدیه دادن یه شراکتی بکنیم ما هم یه یادگاری خیلی کوچیک اختیار برای شما در نظر گرفتیم دوستان خواهش میکنم البته به من اشاره میکنم بیایم تو نورمون بله الان خوشتیبترین خوشتیبتری تریم اختیار دوستان تندیس همرفیق رو به علاوه هدیه مخصوص همرفیق رو محبت کنین تشریف بیارین تقدیم مهمونه عزیزمون بکنین
این تندیس‌ها رو با آرزوی تداوم این رفاقت در کنار همدیگه برای سال‌های سال با این عشق و آرزو به شما تقدیم می‌کنیم. برزو جان خدمت شما و همچنین یک یادگاری که من الان نمونهش رو خودم بر دست دارم، انگشتری که با نام یا رفیق مزین شده که امیدوارم این همیشه به نشانه این دوستی و رفاقت همیشه بر انگشتتون باشه و مبارکتون باشه. مرسی. خیلی هم خیلی هم ممنونم. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم. بسیار رو براتون آرزو. خیلی مخلصم. امیدوارم که ریشه لوتیگری و معرفت و عشق و صفا از این مملکت هیچ وقت نره. انشالله. آیین قدیمیامون بوده، آیین باستانیمون بوده و تا ابد انشالله توی مملکت بمونه و سرفراز ایران. پروردگارا همواره بر معرفت ما بیفزا. انشالله. الهیا. خیلی ممنون. مرسی. مرسی دوستان. مرسی دوستان. مرسی. دلتنگم نمیدونی یه شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. میشه فردا روشن اگه باشی همیشه با من که باشی با غم ها دشمن بده دست تو به من. اگه باشی همین